نتیجه این رأی‌گیری چه تأثیری برای این اتحادیه داره؟ این خیلی عظیمی که شهر رنج پای سر من می‌بینین، خبرنگاریان که بیش از روزهای قبل اینجا حضور دارن و این نتیجه رأی‌گیری رو میخوان دنبال کنن. همونجوری هم که اشاره کردی در تصاویر دیدیم چند قدم دورتر نمایندگان پارلمان گرد اومدن تا رأی‌گیری رو آغاز کنن. هنوز آغاز نشده و انتظار داریم که به زودی تا دقایق دیگه آغاز بشه. نتیجه رأی‌گیری برای این عده که اینجا اصلا روشن نیست، اما نتیجه بسیار سرنوشت ساز برای بالاترین مقام اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا، این نهادی که قوانین رو در واقع پیشنهاد میده و اون رو اجرا میکنه. و خب مطمئنن اصلا اغراق نیست که رئیس کمیسیون بسیار تاثیرگذار در جهتگیری سیاسی اتحادیه اروپا، چه در داخل این اتحادیه چه در خارج از اون. بنابراین اون چیزی که در پیش روست بسیار مهمه، ولی این عدم قطعیت، اینکه آیا اورسولا فون در لاین مجددا بر سر این پست منصوب خواهد شد، میتونه اتحادیه اروپا را در یک تعلیق قرار بده. تعلیقی بین اینکه آیا پروژه اتحادیه اروپا ادامه دار خواهد بود، آیا کشورهای اتحادیه اروپا برای اون ارزش مشترک همگرایی خواهند داشت، یا اینکه افراطیون به در واقع به نفع افراطیون خواهد بود که اونها به پروژه اتحادیه اروپا شکاکیت دارند، به نفع سیاست‌های ملی. و این تعلیقی است بین تداوم میان روی و یا اینکه به سوی افراطی‌گرایی بیشتر رفتن. بنابراین خیلی چیزهای مهمی در میون این وسط در این انتخابات. اورسولا فون در لاین خیلی تلاش کرده با چهره قاطع بتونه کمک کنه که این اختلاف‌ها رو بتونه کنار بگذارن، احزاب به او رأی بدن. او الان تنها گزینه کمیسیون و او خودش رو گزینه مطرح کرده برای اروپای مقتدرتر، مرفه‌تر و اروپای با دوام. و در طرحی که او ارائه داده، طرح 20 صفحه‌ایش، برای هر یکی از برای سوهای مختلف، طیف‌ها و جناح‌های مختلف چیزی رو گنجونده. برای راستگراها از مهاجرت گفته، از حمایت از صنایع کشاورزی، و خب برای چپگراها و سبزها از اون طرح بزرگ سبز اروپایی گفته و گفته که همچنان مصر بر اون خواهد بود. اما اگر او رأی نیاره، که احتمالش زیاده، ما دوچار این بی‌ثباتی در اتحادیه اروپا خواهیم بود. کمیسیون باید نماینده دیگه معرفی کنه، چند هفته طول خواهد کشید. و این بی‌ثباتی در این جهان و اتحادیه اروپایی که با بحران‌های بیشتر روبروه، میتونه بسیار تعیین کننده باشه. بردی، همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده‌ای هم شاهد بودیم از داخل سالن پارلمان. نماینده‌ها دارن صحبت می‌کنن و همونطور که تو گفتی به زودی رأی‌گیری آغاز میشه. اما اتحادیه اروپا چالش‌های زیادی داره. جنگ اوکراین یکی از مهم‌ترین‌های اونهاست. مهاجرت موضوع دیگه‌ای هست که راجبش خیلی بحث میشه. فکر می‌کنی که این انتخابات رو خارج از اتحادیه اروپا چطور دنبال می‌کنن؟ واکنش‌ها به اون تا الان چی بوده؟ وقتی که دو ساعت پیش اورسولا فون در لاین اینجا قرار گرفت، از یک طرح پیشنهادش برای یک طرح رونمایی کرد و اون طرح مشترک دفاعی اروپاست. بارها راجبش حرف زده شده، ولی خب او این رو وعده داده که عملیش میکنه طی 5 سال آینده. طرحی است مثلا برای تقویت امنیت هوایی، امنیت سایبری. خیلی سریع کرملین، نهاد ریاست جمهوری روسیه، به اون واکنش نشون داده و گفته که این طرحی که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ازش صحبت کرده، نشون میده روح نظامیگری و روح تهاجمی اتحادیه اروپا رو نشون میده. اما همونجوری هم که گفتی، برای اتحادیه اروپا، به خصوص برای این احزاب سنتی میانه رو، چه از راست چه از چپ چه اعتدالیون، همشون اصرار دارن که امنیت اوکراین رو، امنیت اتحادیه اروپا معرفی کنن، دفاع از اوکراین رو دفاع از اتحادیه اروپا معرفی کنن. که البته الان شاهدیم که این نظر، این ایده با مخالفت بیشتر و پرسر و صداتری در همین پارلمان اتحادیه اروپا روبروه. و خب این اون چیزیه که میتونه در سیاست‌های خارجی، در مناسبات اتحادیه اروپا با کشورهای دیگه تاثیرگذار باشه. درسته که اورسولا فون در لاین باز هم دفاع کرده، خواسته که اونهایی که به اوکراین، به اتحادیه اروپا باور دارن، بهش رأی بدن. اما میدونیم که بلوک‌ها و ائتلاف‌های مختلفی اینجا وجود دارن، راستگراهایی هستن، دو تا بلوک عمده هستن که با این هم نظر نیستن. روز گذشته اونها قطعنامه‌ای رو پیشنهاد دادن که البته به رأی گذاشته نشد. اونها میگن که حالا که راه‌های مختلفی و اتحادیه اروپا دنبال کرده، مثلا در حمایت دفاعی و تسلیحاتی و مالی از اوکراین، به نتیجه نرسیده، یک راهی باقی مونده و اون راه دیپلماتیکه و اون رو باید آزمود. اونها چه کسانی هستند؟ از جمله اونها
گروه سوم بزرگ، ائتلاف سوم بزرگ در پارلمان، یک ائتلاف نوظهور میهن پرستان اتحادیه اروپا که اونو حزب فیدس، حزب نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان رهبری میکنه. ویکتور اوربانی که اینجا طی 3 روز گذشته سیاست‌های او، سیاست خودخوانده طرح صلح او، مثلا سفر کردن به مسکو و ملاقات با پوتین محل مناقشه بوده، مناقشه بین احزاب سنتی و راستگراهای افراطی، و مطمئناً این مناقشه بسیار ادامه دار خواهد بود، مناقشه‌ای که تجلی شد در مناسبات اتحادیه اروپا با کشورهای دیگه خواهیم دید.